سلام و وقت شما بخیر. شما بیننده زیربنا از آریانا نیوز هستین و من سمیرا شجاع هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین رویدادهای اقتصادی افغانستان و جهان. شماری از کارمندان حکومت زمین‌های فابریکه‌های شکر ننگرهار را غصب کردند و به جای تأسیسات این فابریکه خانه‌های شخصی ساختند. بیش از 170 جریب زمین این فابریکه در یک دهه گذشته غصب شده و اکنون 37 جریب زمین که در آن تأسیسات فابریکه ایمار گردیده تخریب می‌گردد و بر جایش خانه‌های شخصی ساخته می‌شود. کارکنان شرکت حمل و نقل ریلی یورستار در جمعه اعتصاب 7 روزه خود را آغاز خواهند کرد. اتحادیه کارگری که سازمان دهنده این اعتصاب است اعلام کرده است که اعتراض آنها به شرایط دشوار کاری در این شرکت می باشد که ایجاد تعادل بین زندگی و کار را برای کارمندان سخت کرده است. اعتصاب کنندگان گفتند که مدیریت شرکت یورستار به توافق نامه‌ای که 8 سال قبل در زمینه شفت ها و ساعت های کاری کارمندان امضا شده بود پابند نیست. کارمندان یوروستارت قرار است از روز جمعه به مدت 4 روز دست از کار بکشند. آنها یک هفته بعد هر 3 روز آخر هفته کار خواهند کرد. 150 بازرگان افغان برای سرمایه گذاری در بندر چابهار ایران آماده ی سرمایه گذاری شدند. مسئولان وزارت تجارت می گوید مشکل بار اندازی های کشتی های بزرگ نیست که از نگرانی سرمایه گذاران کشور در این بندر بود حل شده است. در همین حال اتاق تجارت و صنایع کشور از ایجاد سهولت های ویزا و امکانات دیگر برای بازرگانان در ایران خبر می دهند. و برای بحث بیشتر سید مسعود استاد دانشگاه اینجا با ما هستن و استاد خیلی خوش آمدید. قربان شما باشم. استاد بندر چابهار برای صادرات کالاهای افغانستان چقدر میتوند که مهم و حیاتی ثابت شود؟ بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام بر شما و سلام بر بیننده ما. خدمت شما عرض شود که خب هیچ نمیشه که از تاثیرات چابهار بالای اقتصاد افغانستان، بالای اقتصاد ایران، بالای اقتصاد هندوستان و بالای آسیای میانه آدم فراموش بکنه. چابهار در حقیقت مانند بندر کراچی که در گرو پاکستان است و ما در گرو ترانزیت پاکستانی ها تاثیرات منطقوی فراوان داره و در حقیقت یکی از هدف های اقتصادی سیاسی و جیو اکنومیکی چنین کشورهای است. از این لحاظ فکر میکنم که چابهار میتونه که بر ما یک منبع عاید باشه، بر ایرانی ها یک منبع حرکت کالاش باشه و آید که البته اون آیدش کار ندارن، بر ایندی ها در حقیقت یک وسیله باشه بر خاطر رسیدن کالاش بر آسیای میانه و شرق آسیا، بخش شرق میانه و آسیای میانه، و برای پاکستانی ها یک نمود بدشکل باشه برای حیوزی داشتای خودش. از این از موقعی که چابهار ایجاد میشه معنای این نداره که در حقیقت ما ضررهای بسیار کلان را به پاکستان وارد میکنیم. در بسیاری موارد پاکستانی ها و دوستای ما که در اینجا تحلیل میکنن فکر میکنن که با ایجاد چابهار ما در حقیقت با مردم پاکستان وداع خواهد کردیم، در حالی که من فکر میکنم که چابهار اون مقدر که بسیار مفید برای ما، کراچی اون مقدر مفید است، در صورتی که از قید سیاست های بسیار نظامی پاکستان بیرون بره. شما بفهمید که سیاست هایی که در افغانستان توسط پاکستانی ها انجام میشن در چوکات حرکات آیسای انجام میشن و در حقیقت جداگانه از حکومت ملکی پاکستان است. حکومت ملکی پاکستان بسیار علاقمندی داره، به خصوص نواز شریف و دوستای دیگه‌اش که در حقیقت اقتصاد کار میکنن که افغانستان در حقیقت نوی دهلیز شود برای آسیای میانه و رقابت بکنن در آسیای میانه با هندوستان و در حقیقت یالا یالا کنن با کالاهای چینایی که دوست بسیار نزدیک و استراتژیک پاکستانی ها هستند. از این موقعی که ما از چابهار حرف میزنیم در حقیقت نوع الترناتیو بحث میکنیم، در حقیقت نوع گریز از یک انحصار طلبی و یک مونوپولی یک کشور دیگه که در حقیقت سال هاست کالای ما را در گرو گرفته ما بحث میکنیم که پاکستانی ها هستن. از این لحاظ من فکر میکنم که اگر چابهار را تقویه بکنیم و چابهار هم در گرو سیاست های ایرانی نشه، ما میخوایم که بگویم که عمدتا سیاست های خارجی ما متاسفانه جانب کشورهای همسایه ما نوع سیاست زده شده، یعنی مانا در اقتصاد خارجی افغانستان به خصوص در قسمت روابط اقتصادی افغانستان با همسایه ها دید سیاسی در مورد
با اقتصاد افغانستان دارن و در حقیقت از سیاسی ما را میبینن که در حقیقت ناشی شده از مو حرفای خودشان و در قدم تعریف خود سیاسی خودشان از افغانستان انجام داده که بر ضرر ما فوق العاده ترجمه تمام شده. من میگم که اگر چابهار هم سیاسی نشه و در گرو حرکات سیاسی ایرانی ها قرار نگیره و تنها بگذارن که ایران افغانستان هندوستان کار خود انجام بده در آسیای میانه، این حرکت های چابهار نه تنها بر ما یک عاید ترانزیتی خلق میکنه، بلکه این زمینه ها را ایجاد میکنه تا کالاهای تولیدی افغانستان بتونه از این طریق و از این خط بر آسیای میانه و جانب دیگه بر شرق میانه و کشورهای خلیج فارس که در حقیقت بسیار بر ما مهم است و هندوستان که بسیار ساده است حرکت بکنه. و در پالوش هم شما متوجه باشین که چون خط دریایی و کشتیرانی ارزانترین و خط است و دارایی که او کالایی که بسیار کتلوی هستند با بسیار با یک ضخامت کلان انتقال داده میشه توسط کشتی بسیار آرام و ساده و در پولیش هم با مصرف کمتر و با قیمت کمتر این حرکت داده میشه که نوع فراید چارت میگن. ما فکر میکنم که بر ما بسیار مفید خواهد باشه. حالا استاد اگر در گرو حرکت های سیاسی ایران این بندر قرار گیرد، بازم وضعیت تا کجا کشانده خواهد شد؟ ما فکر میکنم در صورتی که اگر چنین باشه ما نقص زیادتر میکنم، به خاطر از اینکه یک بار ما با کاهش دادن خود که کالای وارداتی از پاکستان چنین تجربه میکنه، به خاطر از اینکه ما الटरनेटیو نو پیدا کردیم که وارد چابهار است، و اگر چابهار چنین کار را انجام شود نه تنها او ظرفیت هایی را که ما وارد میکنیم و او امیدها و او پلان هایی که ما داریم و او در حقیقت پیش بینی هایی که ما انجام میده که میتونه الटरनेटیو شود و او کار کنه، باز ما هم چابهار است میتیم و هم در حقیقت نوع مشکلات کلان دیگی را در کراچی خود دیدیم. از این لحاظ ما فکر میکنم که در بین پاکستان و ایران نباید بسیار احساساتی شد. در بین ایران و پاکستان باید دولت افغانستان نوع سیاست کنه. معنا داره که ما باید مطابق با منافع ملی خود در حقیقت هم چابهار هم کراچی را باید تعریف کنیم. و این تعریف ما باید در درون شورای امنیت ملی افغانستان شود. باز ما میگم که این مربوط به وزارت تجارت، مربوط به وزارت مالیه، وزارت معدن صنایع، وزارت و گپا از لحاظ ظاهری است، ولی هر دو بندر بر ما از نگاه شورای امنیت ملی بسیار عمده است. این هر دو بر ما استراتژیک است. متوجه باشین که امید خط دیویران استراتژیک است، هم چابهار هم کراچی بر ما استراتژیک است. تغییرات در چابهار و در استراتژیک تغییرات بالای منافع ما را به وجود میاره و تا اندازه شاید خرابی ایجاد کنه بر ما. از این لحاظ ما باید یک نوع حرکت های را انجام بدهیم که حرکت های معقولانه به اساس منافع ملی باشه. حالا استاد 150 بازرگان آماده سرمایه گذاری در این بندر شدند. این چقدر میتونه که تاثیر منفی روی اقتصاد افغانستان داشته باشه؟ چون 150 بازرگان میرن در اونجا سرمایه گذاری میکنن و در اونجا چقدر زمینه بر از اونا مساعد است؟ خب ببینیم که نتن ایرانی ها یک زمینه های بسیار مساعد را ایجاد کرده. زمین های مساعد از دو طریق ایجاد شده، سه طریق ایجاد شده. یکی از طریقی که اینا عریف پاکستانی هستن و میخوان که بندر ایجاد بکنن. دومی که تا اندازه بتانن نفوذ خود در افغانستان هم یا بست و گسترش بتن یا اقلا افز بکنن و جانب دیگر منافع خودشان هم است که در حقیقت بازیگر منطقه هستن و در منطقه باید بازی بکنن. من فکر میکنم که 150 تا تجار رفتن در اونجا و سرمایه گذاری کردنش گپ ساده هم و آسان هم نیست، به این معنا که تجار در موقع میره تجار و سرمایه گذار که سرمایهش بتونه منفعت را به وجود بیاره. هر تاجر در جایی که منفعتش باشه حضور میفه و اگر حضور نفیه معنا تاجر نیست یا نیمه تاجر است و یا تاجر خواب برده است. ما چندین تا تاجر داریم، تاجر بسیار پیشرونده که موی انترپریور می که در حقیقت هم میتونه هم خطر قبول کنه هم سرمایه گذاری کنه، تاجر است که دقیق حفظ میکنم امو موقعیت خدا و تاجر خواب برده است که نگذاره دیگرها تجربه کنن بعد یک روز درش میشه یک کار را انجام میتن. ما از این رو میگم که در صورتی که تاجرهای 150 نفر که رفتن این تاجرهای پیشرونده هستن، اینا میخواین که زمینه های بسیار کلان رو بر خود در اونجا یاد بکنن و از اون طریق خصوصا در طریق و کالای وارداتی چینایی، هندی و عربی و از طریق خلیج فارس آوردنش به افغانستان، انتقالش به آسیای میانه، منفعت کلان را به وجود بیارن و در حقیقت جای پای معین خود بگیره و جا افتاده شوند در تجارت خارجی افغانستان و در مسائل چابهار که ایرانیا سخت کمکش میکنن. حالا استاد حضور این بازرگانان در این بندر چقدر میتواند که میزان صادرات و واردات را در افغانستان مساعد بسازد؟ من فکر میکنم در آسیای میانه بخشن شرق میانه کشورهای خلیج فارس و از او طریق آوردنش توسط چنین بندر بسیار مقدور است و 150 نفر میتونه بسیار کار خوب انجام بده. در حقیقت با 150 نفر هم بسنده نمیکنن. این مربوط میشه به شرایطی که ایرانی ها برام میگذارن. اگر شرایط ایرانی ها بگذارن و ثابت باشه و در حقیقت
به خصوص چند وقت پیش که اتاق تجارت ما نمی شکوه و گلایه داشت که اونا یک ویزه سراسری ایران رو نمیتن و تنها حق دارن که چابهار برن و بیاین، این در حقیقت اگر چنین باشه خب باز ما شرایط محدود کننده را در اونجا میبینیم که او برای ما مفید نیست. ولی من فکر میکنم که ایرانی ها اگر در روزا بسیار فعال شدن در افغانستان، شامین اتاق تجارت افغانستان و ایران در افغانستان آمد و چند وقت پیش یک جلسه کلان ما شما در مشهد داشتیم، همین روز پنجشنبه که میاد چهار سنبله ما یک جلسه کلان در تهران داریم که دو روز کنفرانس در بین تجارت افغانستان و اتاق تجارت افغانستان، تجارت ایران و تعداد از دانشمندان هم ما خبر کردن که باید اونجا بحث شد، بحث های علمی صورت بگیرم. فکر میکنم که ایران تا اندازه مصمم هم به این است که ما باید چابهار در یک تبدیل بکنیم به یک بندر کلان، به خاطر که سرمایه گذاری اونجا صورت گرفته. این سرمایه گذاری که ایران صورت داده این خود در حقیقت به چند صد میلیون دلار رسیده، باید این خود بگیره گپ خوده. از این من فکر میکنم که ای بکس 50 نفر نخواهد ماند، شرایط آسان تر خواهد شد، تعداد از تجارای ما در اونجا سرمایه گذاری خواهد کرد و سرمایه گذارای ما اونجا بهترین جای برشان جور کرده. اونا میتونن که سرمایه گذاری کنن برانگرا، میتونن سرمایه گذاری کنن به هتل ها، میتونن سرمایه گذاری کنن به مسئله دفاتر تجارت خانه و سرمایه گذاری و میتونه سرمایه گذاری کنه در مسئله انتقال و ترانسپورت و غیره. حالا استاد شما دلیل در چی میبینین که ایران در این اواخر خیلی علاقمند ازی است که بیا اینجا سرمایه گذاری کنه و یا اینکه روی وضعیت اقتصادی افغانستان تغییرات را ایجاد کنه؟ جو فضای حاکم در ایران خصوصا در مسئله سیاست خارجیش که تجارت خارجی جزء از پالیسی های خارجیش میشه تغییر کرده، به خصوص بعد از اینکه در قدم امضای برجام صورت گرفت و در حقیقت ایرانی ها با پنجم یک که شش تن امضا کردن، آمریکا ها تاندازی نرمش خود انجام داده، غربی هم نرمش خود انجام داده و تاندازی اینا راه ها را باز میبینند خودشان در پالویزی که فضا را باز میبینند. در پالویزی رفتن افغانستان در WTO است، این یکی از گپ های بسیار جالب است که در WTO رفتیم ما در حقیقت با شرایطی که میریم در WTO خود افغانستان دارای ظرفیت ها و پتانسیل های بسیار کلان تولیدی وجود نداره حالا فعلا، و از این طریق هم دروازه ها بسیار باز است. ایرانی ها سخت در تلاشی است که اگر سرمایه گذاری کنند در افغانستان و از طریق افغانستان که در حقیقت سرمایه گذاری افغانی است که با پیسه ایرانی صورت گرفته، با استفاده از درهای باز تمامی کشورهای دنیا میتونن که تولیدات خود انتقال بدن. شما فرض کنید که لبنیات ایرانی که در اینجا کار میکنه اگر به نام افغانستان با لیبل افغانستان تولید شوه، ولی سرمایه گذاری مشترک باشه افغان ایران، اینا آزادانه میتونن که در 167 کشور در حقیقت حرکت کنن. این معنا داره که بدون اینکه در حقیقت کدام ممانعت ها یا چی میگن تعرفه های گمرکی مایوی از اون طرف امیر یاد شوه، اینو داخل از اون میشه. منفعت فوق العاده کلان بر سرمایه گذاری اینا وجود داره. اصلا در اینجا ایران چقدر میتوند که سود ببرد؟ یعنی تنها مسئله صادرات و واردات اینجا مطرح هست در چابهار میگن؟ بله. نه خیر، این مسئله پرستیژ مطرح است. ایرانی ها در حقیقت فکر میکنن که شما فرض کنین که امیال یک بندر شما بندر بین المللی شوه، شما علاوه از اینکه فایده اقتصادی میبرین، شما یک نوع پرستیژ بین المللی سیاسی مطرح میکنین. شما امروز ایرانی ها تلاش میکنن که مسئله منطقه را مطرح کنن، یعنی مانادر یک بازیگر خوب منطقه چی از لحاظ نظامی، چی از لحاظ ایدئولوژیکی، چی از لحاظ سیاسی و چی از لحاظ اقتصادی باید تبدیل شود. یکی از گپ های اقتصادی اینمی است که مانادر که یک بازیگر منطقه است. اینا وقتی بازیگر منطقه میگن ببینین که اینا هنده میتونه کش کنه ببره در آسیای میانه. هندی ها با ایرانی ها در اینجا یک نوع چی میگن همبستگی کامل بسیار نزدیک به خود پیدا میکنن. هند یک قدرت بزرگ دنیا است و چینی ها هم اینجا میآیند، نوع رقابت چین و هند هم در اینجا صورت میگیره. و در پالویش ایرانی ها از طریق بندر چابهار میتونه که تولیدات عمان، تولیدات بحرین، تولیدات یمن و غیره از این طریق میتونه که انتقالش بده و از طریق افغانستان بره به آسیای میانه. آسیای میانه که تمامی کشورهای دهگانه است با ایران توسط ازی بسته میشه و در پالوش هم در ایکو یک نقش کلان بازی میکنه ایرانیا، برای ازی که ایکو آل خود چند وقت پیشتر میتونست که جنوب آسیا با شرق میانه و شرق آسیا از طریق بندر کراچی بسته شوه. بندر خمینی بسیار دور بود ولی بندر چابهار آمد. از این خاطر است که چینایی ها و پاکستانی ها سخت تلاش شدن که بندر گوادر در پاکستان در پهلوی بندر چابهار بسازه. این معنا داره که بندر گوادر در اختیار یا در انحصار قدرت بزرگ اقتصادی دنیا، دومین قدرت بزرگ دنیا چینایی ها قرار گرفته
و بندر چابهار در انحصار هشتمین قدرت بزرگ دنیا یعنی هند قرار گرفته. معنا داره که هند و چین در این یک رقابت بسیار سالم و تنگاتنگ را به منظور رسیدن به آبای آزاد و جانب دیگر رسیدن به آسیای میانه بازی میکنن که افغانستان در این میتونه رول بسیار محکم بازی کنه، در صورتی که بازم این مدیریت درست انجام شود در بین پاکستان و ایران، در بین هند و پاکستان، در بین چین و آمریکا، در بین آمریکا و ایران، ما ضرورت داریم که یک حرکات دوستانه نه دشمنانه را بر اساس یک مدیریت منافع ملی باید انجام بده. حالا استاد اگر این مدیریت درست در اینجا صورت نگیرد وضعیت چگونه خواهد؟ خب اگر مدیریت صورت نمیگیره ما چند روز این لحظه میبینیم که مدیریت در بین خودم انجام داده نمیتونه، اگر هم غلمغالکشان برآمده میفهمید موقعی که رهبری مدیریت انجام داده نمیتونه، اینا خودشون نمیخوانن، نمیفهمن، میرن استراحت میکنن، برای خانمشون میشینن، اولاد میشینن، نان میخورن ها، ولی کسی که در بیرون است و با پوست گوش خود فقر احساس میکنه و ضربات اقتصادی یا بلند بودن یا پایین آمدن حرکات اقتصادی را، اینا شب تا صبح خواب نمیبرشان، اینا جگرخون میشن، اینا درد میبینن. از این خاطر من میگم که اونم تعریفی که من همیشه انجام دادم که تعریف خودم است که اقتصاد عبارت از تنظیم فعالیت های اقتصادی در بین درد و لذت است، ما با درد زیاد میبینیم. معنا داره که دولت مجبوراً باید نظم ایجاد کنه، مجبوراً باید فعالیت های اقتصادی را قسمه باید برای تنظیم بکنه و مدیریت کنه که درد آسان کاهش بده و لذت آسان زیاد بکنه. ما چقدر لذت میبریم شما میال هر کاری که میکنین از لحاظ اقتصادی به منظور ایجاد خوشی، یک لذت، یک سرور انجام میدین، رفع احتیاج میکنین دیگه، رفع احتیاج خودش لذت ایجاد میکنه. متاسفانه باز اگر مدیریت نکنم ما رفع احتیاج نمیتونیم و این فرصتی که ایجاد شده در چابهار، مانند فرصتی که در کراچی ایجاد شده ما با مدیریت خراب خود رو خراب کردیم و خراب میشه. باز هم اگر این بندر در گروه حرکت های سیاسی ایران قرار نگیرد، این بندر چقدر میتواند که بدیل خوب گوادور و کراچی باشد؟ بسیار جالب است. ما اول ما بدیل هیچ به متعقل نیستم که بدیل باشه، برای اینکه ما نمیتونیم پاکستان بیرون کنیم. ما با پاکستان نوع جبرها داریم، یعنی مجبوریت های خاص خود داریم. ما مجبور هستیم با پاکستان باشیم برای اینکه او همسایه ماست، ما نمیتونیم با بولدوزر خراب کنیم. ما مجبور هستیم با پاکستان باشیم برای اینکه 2.5 میلیون انسان شما در پاکستان است. ما با پاکستان می باشیم برای اینکه ما اشتراکات مردمی داریم. خود دولت و سیاست چلایده است، مردم پاکستان خود مردم است، همراه شما دوست است دیگه، ولی دولت پاکستان با های پاکستان ما در حقیقت قبول ندارن، مثل که اونا قبول نمیکنن. نباید جنگ بین دو دولت منافع مردم خراب بکنن، متوجه هستین؟ از این رو من فکر میکنم که ما بدیل گفتن نمیتونیم. ما میتونیم بگیم که موقعی که ما چابهار ایجاد میکنیم، فشار معین سیاسی و اقتصادی بالای پاکستان ایجاد میشه و پاکستان از اون فشارهایی که داشت که در حالت مونوپول و انحصاری بود در مقابل افغانستان پس بیرون میه، شاید اولیگوپول شوه. شاید ما یک انحصار معدود از جانب پاکستان ببینیم، نه انحصار کاملی که فعلا داره. شما میبینید که پاکستانی‌ها هر چیک دلشان شد میکنند مقابل ما، برای اینکه میفهمن که از جای دیگه اینا کالا وارد کردن نمیتونن. ولی در صورتی که شما به چابهار ایجاد بکنین دیگه او کار کردن نمیتونه، برای اینکه شما در یک حالت دیگه اومدین. اگر ایوازی آوردین تا یک نفر چیز الटरनेटیو اومده، ولی الटरनेटیو هم سم مشکلات به نظر من که اون استعمال بکنه، میتونیم بگیم که در پالوی بندر کراچی، بندر چابهار میتونه فشار بالای ما پایین تر کنه، با 50% کاهش ما در حقیقت قیمتا رو پایین بریم، مصارف ترانسپورت پایین بیه، مصارف نگاه کردن کالاها که در اونجا برای ما دمرچ میزنه او پایین تر بیه و ما قیمت در افغانستان پایین تر بریم و رقابت ها را در حقیقت خوبتر و خوبتر تنظیم بکنیم، در شرطی که با شرطی که یک شرط دیگه میگه که ما قانون تنظیم رقابت ایجاد بکنیم. ما از دولت خواهش میکنیم ببین که از میخر شیطان تاشه، قانون رقابت باید تنظیم باید پاس کنیم، قانون ضد انحصاری را باید ما پاس بکنیم، قانون مایه از مسلکین باید ما پاس بکنیم. در غیر صورت شما نمیتونین کار را انجام بدین، رو براده به خدا شما افغانستان را میبرین در مبین دریای پایان برنامه هستیم و خیلی کوتاه میخوایم که حرفای اخیر شما را هم داشته باشیم. من فقط میگم که نباید احساساتی شویم، نباید در یک موارد خاصی که وقتی به وجود میاد ما عمدتاً دولو بگیریم و بزنیم و طرف دیگر را فراموش بکنیم. برای ما بندر کراچی، بندر چابهار، بندر آقینه، بندر و غیره و غیره بندرهایی که هست در افغانستان، در صورتی که مدیریت صحیح انجام بده، مزار کدامی از ما میتونیم که در حد مفیدیت خلق بکنیم. اگر شما میاله با بندر چابهار مانند بندر کراچی شما برخورد کنیم و در حد نوع مدیریت درست انجام نتین، خود یک چیز واضح چابهار در مقابل شما قرار میگیره، چگونه میتونیم که در این موقع شما چیز به دست بیارین؟ هیچ وقت ما فراموش نمیکنیم که
ایندیا، پاکستانی ها، ایرانی ها و غیره به خاطر منافع ملی خود اینجا میان دیگه. ما هم به خاطر منافع ملی خود باید کار بکنیم. از این لحاظ فکر میکنم که مدیریت معقول و فکر معقول در اقتصاد افغانستان و روابط سیاسی افغانستان بسیار خوب است. سپاس سید مسعود استاد دانشگاه از اینکه در زیربنا تشریف آوردین. و بیننده های عزیز، حال توجه کنید به نرخ شماره از ارزهای خارجی در مقابل پول افغانی در بازار امروزه کابل.